امروز دوستا خواستن که کمی وقت را براین، بین به خاطر آشپزی، چیزهایی که باید به خاطر روز افطاری آماده بکنن. دیگه اونجا همکارا هست و دوستا هست کار کرده هستن و ما هم خواستیم که از این رقم یک فضا به شما دوستای عزیز یک برنامه خیلی جالب دیدنی. و اینجا هم شجاع استاد ما اخته کرده در حال اخته کردن گوشت گوسفند است به خاطر روش. دیگه به خاطر اخته کردن از این چیزو ضرورت است. دیگه شما میمون هستین، کدام رقم شده ای ولایت ما آمدین؟ ان شاء الله ما سر پا در خدمتتون هستیم. قربانتان بخیر باشین. اگر میخواین شما روش مزه‌دار داشته باشین، البته شما اول باید او را اخته بکنین با سیر، با زردچوبه، با لیمو. سفره ما آماده است و ما هم بخیر تا چند دقیقه بعد روز افطار میکنیم. شکمک هم گشنه و شکم همه ما گشنه.
درود و وقت بخیر دارم خدمت تمامی ورجمندان که ما را از طریق یوتیوب چنل کابل اورز تماشا میکن. امید که جور و صحت و سلامت باشین. با دور از دغدغه‌های کاری ما و همکارا امروز برآمدیم، خواستیم از فضایی که این رقم سرسبز است، جاهای سبز داره و همچنان دریا هست، خواستیم لذت ببریم. امروز دوستا خواستن که کمی وقت‌تر براین، بین به خاطر آشپزی، چیزایی که باید به خاطر روز افطاری آماده بکنن. دیگه اونجا همکارا هست و دوستا هست کار کرده هستن و ما هم خواستیم که از این رقم یک فضا به شما دوستای عزیز یک برنامه خیلی جالب و دیدنی تهیه بکنیم. شما هم بیننده برنامه ما باشین، اینجا بیرین طرف همکارایی که مصروف آشپزی هستن و بعد از او به خیر خوبی ببینیم که یا چی میپزن به خاطر روز افطاری و ما ببینیم که درست است یا نیست. بدل ما پخته میکنه نمیکنه. سلام علیکم. هی نام خدا بارک الله. جناب استاد بخیر هستین. شجاع جان خان دیگه مو آشپز ما هستن که اینجا فعلا دیگ پخته میکنه، درست شجاع جان خان؟ بخیر هستین. سلامت باشین. هرچند یو خو آشپز نیستم خو بازم به خاطر که فعلا دیگه مشکل ما رو حل میکنه. اینه دیگه آشپز میکنه. خوب هستین؟ ان شاء الله بخیر هستین. سلامت. با رمضان چی حال دارین؟ حالا خوب است دیگه، چون رمضانی بهاری است، هوا هم سرد است دیگه، طبیعت هم بسیار زیبا و انسان انرژی و روح میبخشه. دقیقاً دیگه امید است که روزادارای ما همیشه گفته مردم ما بعضی موضوعات شدید در نظر بگیرن روزایشون به شکلی درستر و خوبتر و شدیدتر. انشالله امید میبریم. دوستای عزیز ناگفتنمون، ما فعلا به یکی از پارک های بدخشان آمدیم، فیض آباد، که به نام چی میگیم سید مخفی، سید مخفی بدخشی، سید مخفی بدخشی که خیلی ها اینجا نام داره و اینجا قسمی که میبینین اطفال هم هستن، بزرگا هم، من اینجا فضای خودمانی به خود میسازن و ما هم خواستیم که امروز بریم فضای خودمانی به خود بسازیم. خب امروز امشب بخیر به افطاری چی آماده میکنیم؟ چون تصمیم بچا همین بود که باید یک کباب آماده میکردیم دیگه، باز از اینکه وقت ناوقت شده بود دیگه فرصت برای کباب نبود، باز گفتن یک روش پخته کنیم برای یک چیز مرغ تندوری. خیلی انشالله کل چیز آماده است دیگه. برای فیران خواه چیز آماده است دیگه، چون ایدمی وسایل و ابزاری سنتی که بسیار کم از اختارمون دیگه اونمو برای من خوب است دیگه. فقط این چند لحظه ما بتونیم که خوش باشیم، هدف ما خوش بودن است، در کنار هم بودن و خوش بودن است انشالله و امیدیم دیگر. خب ما مزایم کار شما نمیشم، شما هم مصروف کار شما خود چه بینیم. من میرم طرف لالای دیگه که فعلا سیر آماده کرده رایست دیگه، سیر پوست میکنه. سلام علیکم. یا هم سایل جان از جمله دوستا هستن که اینجا فعلا با شجدان استاد است و کار میکنه. خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ صدمند هستین؟ سلامت باشین. نام خدا خوب کاریگر معلوم میشه. زنده باشید. نه و کاریگری که نیستیم ولی همکاری میکنیم. خوب است. در خانه هم باز همکاری میکنیم میکنیم قطع ینگه، قطع مادر جان، رضیا. در خانه خود نه همکاری نمیکنیم ولی در می با دوستا که باشید، با دوستا که بریم یکم جای همکاری میکنیم با دوستا. خوب است، خوب است. خب بخیر خوبی. شما مسئول کدام بخش هستین اینجا فعلا؟ اینیم مسئولی فعلا پاکواری سیر میکنپا را تنظیم میکنیم، باز بخیر هم دای بچه هم کاری میکنیم، اینم یا را آماده شد میکنیم. بس سلامت بخیر باشین. باشید. خب دوستای عزیز، شما هم بینده برنامه ما باشین. اینجا حیات جان است که فعلا خب اما تو سیر زده را است که عوشه بکشه. سلام، خوب هستی؟ بخیر باشی. چی میکنی او بچه؟ همین سیر آو کنیم بخیر گینا. سیره رو میکنی به خاطر اخته کردن چی؟ به خاطر اخته کردن گوشتی. گوشت کدام گوشت؟ گوشت گوسفند یا گوشت مار؟ گوشت گوسفند. گوشت گوسفند استاد چی میشه؟ اخته میشه؟ بله شما. کمی نمک زده میشه. طرف کامری مو مکمل سعی کنه. نگاه. دوستا سعی کنن. خب. خب چون اگر اخته میشه و چون که اگر لذت و لذت و همو طعمش بالاتر است. همین وقتی که می خوشمزه دانم هم آب میزنه. چون گشنگی است دوستای عزیز. اینجا آب و هواش فوق العاده معتدل است. امروز خوشبخت ما تونستیم که این فضا رو به خود بسازیم، چون از روزی که ما اومدیم هوا سرد بود، بارانی بود و امروز قسمی که ببینین هوا فعلا صاف است و شما هم از طبیعتی که اینجا داره لذت ببرین و ان شاء الله ما هم بریم که قدر دوستا یکم همکاری بکنیم، دست پیشی بکنیم تا هر چیز زودتر مو افطاری مو آماده شود. دوستای هستن که اونجا چشتن ان شاء الله بعدا امروزشون صحبت های خود داشتیم. شما هم بینید برنامه تا آخر باشه.
دوستای عزیز، ما قرار بود که اینجا همو مرغ تندوری میگن یا هم مکلوخی که گفته دوست ما، قرار بود که از اوجور بکنیم، چون اینجا چند وقت میشه که باران است و آب زیاد است، نمیشه که همون تنور را بسازیم. ما پلان تغییر کرد، حالا قرار است به خیر خوبی او را ما کرایی پخته بکنیم. کرایی همراه روش قرار است که ما امروز به افطاری بخوریم. و اینجا هم شجاع استاد ما اخته کرده است، در حال اخته کردن گوشت گوسفند است به خاطر روش. دیگه به خاطر اخته کردن از این چیزا ضرورت است. سیر نیاز است دیگه، چیز آبی پیاز باید باشه که چون امکاناتش نبود که همین چیزا بیاوریم. اول میواردیم به دوچ کردیم. دیگه مرچ سیاه. تمام چیز آماده است. مدام ما یک کم مثل مواد زدیمش وقت دیر شده. شبکل بخدا انشالله. مطمئن هستم از رنگ گوشتی که دیده را استم تو خوب سه نام خدا. مسلکی خنه استیم بدام بچه ها زیاد تشویق کنه میکنه که یمی. نه بیخی صحیح هست. مثل شکم ما را سیر کنن. دیگه در قصه چیز هم نیستیم. اما با گفته آمیانی ما با شما که شکم خدا سیر کرد دیگه بلا در پس دیگه شدش. انشالله. این توی خوشبوی خواست که شده از دوستای عزیز و اولین بار است که من در برنامه آشپزی قرار دارم. آشپزی آن هم در طبیعت زیبای بدخشان. خواستم که بیاییم از این طبیعت لذت ببریم و فعلا هم خوب لذت بردستیم و فوق العاده هم گشته شدیم. هرچند اینجا هوا سرد است، تشنگی را خوب بلد نمیشی، نمیفهمی که چه رقم تشنگ شدی یا نه، اما گشنگی را فوق العاده احساس میکنی. شما هم بیننده برنامه ما باشین دوستای عزیز. من قرار از دست پیشی بکنم تا بتونیم هر چی زودتر، دو ساعت فکر کنم تا آذان مونده، و قرار است بخیر دست پیشی بکنیم و هر چی زودتر خلاص بکنیم. دوستای عزیز، نگفته نمونه فعلا، چون یک کم وقت تر است به خاطر روز افطاری. فکر کنم قسمی که همکارا و دوستا گفتن یا باید یک ساعت دیگه صبر بکنیم تا هموطنان ما که اینجا در میله میاین، ما هم منتظر از او هستیم و برایشان صحبت های بکنیم، در مورد طبیعت اینجا با ما بگوین، در مورد جمع جوشی اینجا با ما بگوین. دیگه اینجا فعلا میدان شکاه هست که ساتری میکنن، شما هم در تصویر میتونین دیده. خود مصروف چی کار است اینجا؟ برا مصروف در اونجا امنیتی همین پارک سینسی. خب بسیار خوب، بسیار خوب. چطور از لحاظ امنیتی بدخشان چطور؟ بخیر خیر، خوب است اینجا ان شاء الله. خودت امروز کی اومد اینجا؟ امروز عمر سی اوزا اومد اینجا. خوب است، خیر می زنده باشی. بخیر مزه وقت نمیشه. بخیر باشی، سلامت باشی. اینجا یکی از دوستای دیگه ما هستن که به خاطر تامین امنیت اومدن. خوب هستین؟ بخیر سلامت باشین. بخیر هستین؟ بخیر هستین. بخیر هستین. چی حال احوال؟ شکر فرمودید. چطور امروز روزه؟ شکر خوب است، میگذره. میگذره. تشنه شدی گوشت؟ نه. فعلا هیچ چیز نشدیم. نه تشنه شدیم نه گوشت. میگی که ما امشب چی آماده میکنیم؟ بله. چی آماده میکنیم؟ دیگه کل چیز هست دیگه، برابر است پیازه. خب ما به جفا هم چیز برابر است. خوب است. خیر گوشت زیاد چیدی دیگه؟ مثلا اونقدر نه گشت نشتیم، مثلا نشتیم باز دیگه هوای شما سرد کنیم. سرد و سرد جا همون من خوب است، خوب است، مفق باش بده. سلامت باشی. تشکر، سلامت باشی. دوستای عزیز، اینجا ما از روز که آمدیم خانه عمر صاحب حوزه هفتم فیض‌آباد مهمان بودیم و خداوند خیر شما دست، هیچ چیز ما را کم نگذاشتن تا امروز. هر آن خدمت کردن واقعا از دل جان بوده. سلام علیکم جناب عمر صاحب. خوب هستین؟ سر شما خوب؟ بخیر هستین؟ چی حال احوال؟ شما خوب هستین؟ بخیر باشین، سلامت باشین. جا داره که البته امروز بار اول است که عمر صاحب خواستن تصویر بیان. تو امروز ما کوشش میکردیم که عمر صاحب بیاد، چون مصروفیت از یوم زیاد بود نمیشد بیان. بیچاره صبح میرفتن و شام میامدن و ما را هم از هیچ چیزی خالی نموندن. هم از لحاظ مسائلتشون رفتیم به آرگوی ولایت بدخشان، اونجا هم همراه ما خیلی به خاطر تامین امنیت همراه ما همکاری کردن، و امروز هم به خاطر از اینکه ما بتونیم افطاری خوب داشته باشیم همچنان گزارش خوب یا آمدن تا امروز همراه ما همکاری کردن. جا داره که سپاسگزاری بکنم از روز اول که چی خدمتی کردین تا امروز. خواهش میکنم برادرین، چی هیچ خدمت نکردین، چی خدمت کردین، وظیفه ما نست دیگه. شما میمون هستین کدام رقم شده ای ولایت ما اومدین، ان شاء الله ما سر پا در خدمتتون هستیم. قربانتون، بخیر باشین. جناب عمر صاحب، اینجا به خاطر قرار است که یک میله بسیار خوب اجرا شوه. دیگه چطور است؟ بعد چقدر وقت اومده اینجا؟ بعد یعنی میله یک فضای بسیار به طبیعتی جور کردیم. ما خو هر هفته میاییم اینجا، گاه وقت روزای جمعه، چون
روزای میله است و رخصتی است تقریبا. ما رخصت هم نیستیم چون در نظام، بازم امرای دوستا رفیقا جا گاه و میله بیایم. میله میکنیم بعد از که حمل، ما از اول حمل تا امروز دو سه بار آمدیم در اینجا میله. دیگه دوستایی که از ولایت هم که من در اینجا میام میله میکنم. سلامت باشین جناب مرسد، بخیر باشین. خب دوستان عزیز، شما هم بینده برنامه باشین. انشاءالله ما شما را از طبیعت های زیبای این محل که ما هستیم انشاءالله تصویر خواهیم تهیه کرد و همچنان با دوستایی که اینجا من صحبت های خواهیم داشت. انا آقای گل، آقای گل کسی هست که خیر بینه از روز که بیا آقای گل بشیجه. آقای گل کسی هست که از روز که ما از کابل اومدیم همراه ما همسفر بوده، مطران ما هست، مثل دوست ما است، برادر ما است. خیری بینن، یعنی تو امروز تو فکر نکردیم، هرچند از ما بزرگتر است ولی خیلی با هم صمیمی هستیم. آقای گل چی حال احوال؟ سلامت باشین. بخیر، خیلی مانده شدی. برا تشکر از روی دور آوردی. تشکر از روی دور آوردی. این کجاست؟ دوستای عزیز نگفتن همونه که آقای گل که هست از خود بدخشان است. اینجا دیگه از روزی که ما اومدیم قدم دوستای خودش به گفته امیانه ما و شما ال غیل است دیگه. ال غیل است. خوب است انشاءالله. شکر فضل خدا. فامیلی جزوجه؟ فامیل با کابل است. چقدر وقت شد دو قواردی ناوردی؟ والا این تقریبا درست یا زرست. درست ما هستیم جا. خب دو قواردی؟ حالا طبعا دو بیاریم. در این روزای ماهی برای که رمضان دگه در کنار فامیل نباشی مزم نمیده. والا دیگه نیو تام نیست. خب؟ رمضان. پشت کی زیاد دو قواردی؟ پشت اولاده. پشت اولاده. خب دوستای عزیز، آقای گل مطران ما، برادر ما، رفیق ما، دیگه هر چیز ما در اینجا هست. فعلا بسیار خوب، یعنی از هر لحاظ ما را مراقبت کرده است. چون در ولایت شون اومدیم دیگه مهمان نوازی نکنه، به خدا کابل بره سر شکل میکنیم گفت. مردم مهمان نواز طبعاً. بله بله بله، هر مهمانی که از ولایت بیاید بسیار مهمان نواز میکنن، بسیار مهمان دوست هستن. بله. واقعا کسایی که از ولایتای که میان واقعا میمان و تقدار سر ما که باید ما سر پا در خدمت شما باشیم. سلام باشیم. نه انشالله از هیچ چیز گفتم، قسمی که بر شما گفتم جناب مرسایب از هیچ چیز تا فعلا ما را خالی نماندین. واقعیت دیگه امو گفته اگان تا امو خدمت های شما ما را کور خواد کرد. خواهش میکنم. سلامت باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. بخیر باشین. خب دوست عزیز، شما هم بینید برنامه تا آخر باشه. بخیر، اول دیگه امو روغنای گوسفنده. نفس دوست عزیز در زیر میمونیم. اگر میخواین شما روش مزه‌دار داشته باشین، البته شما اول باید او را اخته بکنین با سیر، با زردچوبه، با لیمو و دیگه چی چیزا؟ مرچ سیام باشه مثلا میشه از کنین با این چیزا. و این را زرورقه به خاطر چی گرفتیم؟ بخاطر از اینکه چون گوشت با نسوزه دیگه و خوبش پخته شوه دیگه، باز چون بوی سوختگی میده باز گوشت. بله دیگه دیگه قدر سندر نسوز هم نیست. من تا جایی که تجربه دارم دوستای عزیز، از روش پخته کردن قسمی هست که باید شما روغن اج نشوین یا هم اگر میشوین بسیار کم با کم آب، به خاطر که مو شیره و شربتش میره اونمو مزه که داره او از بین میره. همونطور است نه؟ بله بله. و به اون موحالتی که هست و میمونیم، بعد از او آلا چی رو میمونیم؟ قرار است گوشت بانیم؟ باز گوشت رو میمونیم. با اثر گوشت باز چی رو میمونیم؟ نه کچولو رو میمونیم. بله ها، کچولو رو هم با پوستش میمونیم و همچنان رومی و سیر هم با پوستش. بعد از او مکمل باید تا یک ساعت ای بخار دیده شده. خب سه اساس دیگه آلا کمون رقم قصه کردوستم دانم هم آب زده رویست. هر لخمه گوشت باید سرش ای بانیم دیگه، سر روغن بانیم. جناب صاحب، شما قبلا پخته کردین نکردین؟ والا راست شبه که من همی گفه ما بسار درسته درسته نتوان است، نمیفهمم گفه را قطعا. غیر یک تخمه میتونم پخته کنم، غیر یک تخمه دیگه هیچ گفه را نمیفهمم. اما تخمه اگر پخته بکنین اتیشتون همون تو خام میمونه یا نیکس هم سه سخت میمونه؟ نه همون تخمه خوب سعی میتونم، تخمه رومیدار پخته میکنم سیا خوب باشه. غیر از تخم دیگه هیچ چیز گوشتی که پا نیفهمه. این استاد که
تکرار است امروز سعی کردم که یاد بگیرم من فهم یاد میگیرم و نمیگیرم نه ان شاء الله این سوال جون کاسته ما گاه بار میله بریم خاطر امروز سوال جون میریم اکثرا این شیرپور سیب است امرو اینا همیشه که میله میریم باز آشپزی زیاتر سوال جون میکنن چون یاد دارن گپورا با خود آشپزی را این در بین همین دوستایی که ما هستیم یگانه کسی که یاد ندارم هستم یاد ندارم بکنم نه شما که کارم دیگه مشکل نیست بخیر یاد میگه ما اساسا کوشش بکنیم شما چون مسئولیت شما زیاد از دیگه نمیتونین در رقم کارا برسین نه میرسیم و مقصد یاد نداریم دیگه به اون اندازه مصروفیت هم نیست دیگه خیر بابا بیکار هستیم ساعتی هست سوال جان خود مصروف چی کارو برسی البته امروز نمیگم امروز تو بیشتر ما میگفت که بعدا راه رقم میشم و ویدیو سینما رو نندازی که ما زیر سوال میم ما گفتم بعدا رقصی گپو نشو ما شما دمو تو کلان شدیم در این گپا کار کردیم ما همراه آمیر صرف همیشه میله میریم و خودمان همی غذایی که در میله ضرورت است و را خودمان آماده میکنیم از قبل قابلی است روش است و کباب دیکی است و کباب کخد کباب است و کوراش هم میبریم امروز به علتی که کم بودی وقت بود گوشت را شخته نمیشد ما نتونستیم کباب آماده بکنیم و روش آماده کردیم و اینمی گپا را در میلا خودمان آماده میکنیم و دیگه ضرور نیست که ما آشپز بریم کلگی من همکاری کرده و همکاری یک دیگر آماده میکنیم یک دیکی لذیذ پخته میکنیم انشالله امید است که امشب هم بخیر همونتون لذیذ باشه انشالله که هست من زحمت های شجاع و صدا دیده رستم نام خود خیلی زحمت میکشه و قسم میبینی خیلی همونتون لکس گفته همون خارجی ها که لکس ایره تزئین کرده دیگه این تو حال فعلا مرچک های تازه تازه را گرداگردش میچینیم البته دوستان از این نگفته نمونه روش از غذاهای معروف سمت شمال و همچنان سمت فکر کنم بیشتر از سمت شمال استفاده میکنم خصوصا و جنوب هم هست نه؟ ما چند وقت قبل که رفتیم طرف بازار شریف هم زمین روش خیلی نوشجان کردیم پخته کردنش ندیدیم ولی اما خوردنش توانستیم که بخوریم این دیگه همون تو زنده زنده ایمونه بله پخته کردیم قبلا در خانه خودم پخته کردیم خوب دیگه یه قسم نکردیم دیگه پیش ویدیو از پیش ما بوست داده خانه تبا زحمت های کدی دیگه عیف رفته ها ایش هر چی رقم باز پس سرش رو آلا بودم این هم سرش بشیم آل دنبه میگه نه؟ یه دنبه میگه دنبه گوسفند این شاید قسمت شد امید دارم خیلی همین تیگ بود دروش بکنم شد این دیگه خیلی عالیت آشپزی نه نام خدا ای فکر تالی از یا که ما تنور جو کردن تونستیم زمین ها تر بود خیلی آشپزی خوب استن واقعا دیگه اکثرا میله ما را همین دو نفر یک سوال جونه که انجینر سیف شیرپور هم خیلی آدم لایق از آشپزی هست هر نوع غذا را میتونه پخته کنه آفرین والا خیلی بسیار قابلی خوب پخته میکنه روشی بسیار خوب پخته میکنه کباب بسیار خوب امروز تصمیم بود که کباب جور کنیم اما وقت بسیار زیاد بود کمی وقت یخته نکرده بود مشکلات زیاد خوب بله چیز بله نتونست خیر یار زنده صحبت باقی ان شاء الله اگر در برنامه قبلی دوستا از بدیم ان شاء الله ما دست پخت خود جناب انجینر صاحب خود خوردیم چطور ما نتون ما چون برای تون هستیم ان شاء الله بخیر باشین دوستا عزیز قسمی که بر شما گفتم کسایی که در بدخشان زندگی میکنه همتون که در بدخشان زندگی میکنه یا فوق العاده مهمان نواز هستن دیگه از مهمان نوازی یا جوره ندارن انشالله ایره مطمئن هستم دیگه چیزی بیشتر نمیگم چون بالای دیگه همه تانیم که مهمان نواز هستن سرشون بد تاثیر نکنه دیگه واقعا از لحاظ مهمان نوازی بدخشان بجوره هست
افتاری نزدیک شده میره و آقای گل هم نموخواهی ها زحمت کشید ما همون تو هم ساتری کردیم قدرش چوبک ها افتاری نزدیک هست و تمام چیز رو آماده از بخیر تا 20 دقیقه بعد بخیر خوبی افتاری ما اجرا میشه و اینجا هم همکارا و دوستان هستم مصروف پرکاری میوه و همچنان ماست چیزا دوست عزیز فعلا 25 دقیقه به آذان مونده و ما هم آماده هستیم سفره ما هم آماده است دوستا هم همه آماده هستن به خاطر افطاری و همچنان شکم سیر کردن دیگه فوق العاده گشنه شدیم همچنان دوستا هم گشنه هم تشنه شده ما فعلا زیاد گشنه شدن تشنگی خو اصلا درک نداره و هوا هم فعلا سرد شده است آهسته آهسته چون آفتاب نشسته رو است دیگه آذان شام نزدیک است شما هم بینید برنامه تا آخر باشین دوستای عزیز امید که خسته نشدین تا فعلا و مطمئن هستم که تا چند دقیقه بعد روز افطاری ما رو ان شاء الله که لذت خواهید برد و همچنان همو چند وقتی که در افغانستان بودین در کنار دوستا بودین شاید امی لحظه را یاد بکنین و امید است که دوستا هم خسته نشده باشن از ابو پرگویی ما چطور استاد یکم یه می نفر ما کم شرمونده که صدا راستی همه هر جا که میشین یکم از را کلی خود پایان میکنه چونه بدر نام خدا رقمی همه تو زبان داشته باش برای آسیا آره نه انشاءالله ما خسته نشدیم و شما را به ولایت زیبای بدخشان خوش آمدید قربان به خدمت نخس نمی سرفه را براتون آماده کردیم قربان انشاءالله دیگه استاندارد نکنه هر لحظه که آمدید به خدمتتون هستیم سلامت باشین و همکارتون هستیم هیچ مشکلی نیست قربانتون لطف کردین سلامت باشین بخیر باشین خب دوستای عزیز دیگه قصه های ما ادامه می داشته باشه فعلا دیگه زیاد گپ نمیزنیم چون گشنه هم شدیم ما اگه زیاد گپ زده برم گشنگیم دو چند شده میره فقط میشینم منتظر از اینکه بخیر روز افطار شه شما هم بینده برنامه خوبی می دوستای عزیز آهسته آهسته به آذان نزدیک شده میریم و دسترخوان افطاری ما هم آماده است همه گرده هم شیشتیم گفته اندیوال ما سفره بگو که خوبش به سفره ما آماده است و ما هم بخیر تا چند دقیقه بعد روز را افطار میکنیم شکمک هم گشنه و شکم همه ما گشنه دیگه شما هم بینده برنامه باشه انشالله که بعد از خوردن انشالله ما برنامه را خاتمه میدیم و شما هم خوردن ما را ببینید دلکتون هوا شوه دور از دلتان دوستای عزیز گشنه هستین شما؟ بله گشنه شدین؟ بسیار زیاد تاثیر نکرد لیکن نام خدا اندیوال ما خوب چوک هستن از یه روزم تاثیر نمی کنن بله امی خاصتا دوستای عزیز کسایی که مثلا کم سنشون مثلا اما وزنشون نسبتا بالاتر باشه کم میشرون در وقت گپ زدن که باش میگم کمک ما پایین نفته همون درست نه؟ نکته خوب اشاره کردیم والا اصلا بالا رفتم به اگان تو اصلا خنده نمیکنه بسیار خب دوستای عزیز شما هم بینده برنامه باشه
دوستای عزیز، این هم سفره ما بود که ما افطار هم کردیم و مطمئن هستم که همه تان با دیدن ویدیو ما دلایتون اوک اوک شده است. دیگه دور از دلتان ما هم نوش جان میکنیم. امید است که برنامه ما مورد پسند همه تان قرار گرفته باشد. تا دیدار بعد که در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند یک تبعگانم اسپارم. الله حافظ و ناصرتان. و دوستای عزیز، پیش از اینکه ما میرم و خداحافظی میکنم، روش ببینین که چه رقم آماده کرده. خیر بیان جناب استاد که خیلی زحمت کشیده و بسیار متو نرم کرده دیگه. فوق العاده. خداحافظ و ناصرتان.